بله، بینندگان گرامی و نازنین تلویزیون آی تی سی، ما در سال جدید 2016، چون جدید میلادی داریم میگیم، وگرنه نوروز خودمون که خب 3 ماه مونده، در سال 2016 ما یک برنامه جدیدی خواهیم داشت که اجازه بدین این دوستامون رو معرفی کنیم و ضمناً بگیم که اسم این برنامه که به مدت 5 روز پخش خواهد شد از تلویزیون آی تی سی و روزی 2 ساعت، اینا اسم این برنامه چیه؟ اجازه بدین که دوستان رو معرفی بکنیم. خب سلام، شب یلداتون مبارک. سلام. ممکنه سلام. از شما شروع بکنیم که گرچه من میشناسم شما رو، ولی ممکنه بسیار از دوستان ما شما رو نشناسن، لطفا خودتون رو معرفی بکنید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. کتایون هستم، شب یلدا رو خدمت تک تک شما عزیزان و بینندگان تبریک میگم. بله، شما شب یلدا همیشه جاودانی است، زمستان را بهار زندگانی است، شب یلدا شب فر و کیان است، نشان از سنت ایرانیان است. منم هم خدمت شما و هم خدمت همه ببخشید بینندگان عزیزتون در هر کجا این کاری خاکی که هستن سلام عرض میکنم و امیدوارم شب یلدای بسیار خوبی را کنار خانواده‌شون داشته باشم. و اسمتونم؟ هلن هستم. هلن، خانم هلن. بله، شما بفهمید. من هدیه هستم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم با تنی سالم و دلی خوش پای سفره‌های رنگین یلداییتون نشسته باشین و بیننده ما باشید. بله، زنده باشید. به هر حال ما با این گروه مجریان این برنامه آشنا شدیم، منتها اجازه بدین که از هلن خانم بپرسیم که این برنامه اسمش چیه و درباره چیه. من یه چیزی میگم آقای زریمه، من یک سوال از شما پرسیدم، ببینم شما به اسم برنامه ما میرسید، شما قهوه‌تون رو با چی میخورید؟ من شیوا خانم قهوه خورم، من چای خورم. ولی خب من خود چای رو اگه باشه با شیر و شکر قند. پس نه دیگه، شما قهوه خور نیستید نمیگم. آقای زریم، اسم برنامه ما یک فنجان قهوه است. بله، تو غرب قهوه خونه داریم دیگه، چای خونه کم داریم. بله، ولی قهوه که دیگه تیم هورتونز و چیزای دیگه فراوونه. بله واقعا فراوونه. و شیر و قهوه؟ شیر و قهوه و با شکر. بله، ولی اسم برنامه ما شیر و قهوه و شکرش خیلی خوبه آقای زریم، هیچ ضرری واسه بدن نداره. آره، خب اسمش چی شد؟ یک فنجان قهوه. یک فنجان قهوه. بله. و اگر از این برنامه براتون بگم، ما همراه دوستای عزیزم که همکار هستیم و قبلش دوست بودیم، در فکر این بودیم که یک، حالا به صورت مجله، تلویزیون، حتی یک سایت اینترنتی باشه، یک سری اطلاعاتی رو داشته باشیم در اختیار هموطنهای عزیزمون قرار بدیم که خیلی قابل استفاده خواهد بود. برای این به فکر افتادیم که ما یک برنامه تلویزیونی داشته باشیم و این بود که به فکر این برنامه افتادیم. این برنامه شامل آیتم‌های خیلی خوب و مفیدی هستش، یعنی امیدوارم که بینندگان از اون خوششون بیاد و مورد قبول و مورد پسندشون باشه. هر چیز نوآوری به اصطلاح جلب توجه میکنه و من که خیلی امیدوارم با این چیزایی که قبلا به من گفتید، ولی هموطنان بیننده ما زیاد نسبت بهش آگاهی ندارن، اون چیزایی که گفتید به همین خاطر برای ما جالب بود و فکر کنم که برای هموطنان ما بینندگانمون هم جالب باشه و قطعا اونا هم لذت خواهند برد، امیدواریم. خب هدیه جان، شما چه چیزی میتونه اضافه بکنید به این برنامه؟ چه چیزی رو شما پوشش خواهید داد؟ آیه زریمه، برنامه ما یه مجله تصویریه، در واقع یه جنگ تلویزیونیه که توی این مجله تصویری ما آیتم‌های مختلفی گنجونده میشه. مثلا؟ که مثلا میتونم بگم که ما سرتیتر خبرهای ایران رو مرور میکنیم. بله، روزنامه ایران رو شما؟ بله، روزنامه های ایران رو میدونم که بیننده های هموطن علاقمند هستن که به صورت تیتروار بدونن اونو داریم. بعد با پلیس تورنتو در تماس هستیم و اونا به ما اطلاعات مفید و بروزی رو میدن که ما از قوانین جدیدی که حالا به تصویب میرسه لازمه دیگه. آره، اینم خیلی
هموطنان ما که تازه وارد این کشور میشن خیلی چیزا فکر میکنن که مطابق مثل ایران میمونه، در صورتی که اینطور نیست. قوانین مقررات کاملا فرق میکنه و این عدم آگاهیشون باعث میشه که تو دردسر بیفتن. پس چه بهتره که نسبت به این نکات ریز قانون و مقررات کانادا هم آگاهی آشنایی داشته باشن. آقای زریمر، شما میدونین که تورنتو خیلی شهر بزرگیه و یه عالمه ماجرا اتفاق میفته تو این شهر، و ما توی برنامه‌مون یه بخشی رو داریم که توی اون بخش خبرها و اتفاقایی که توی شهرمون تورنتو میفته رو در مورد صحبت میکنیم. در واقع اطلاعات در اختیار بیننده هامون قرار میدیم، مثلا نمایشگاهایی که هست، گالری های نقاشی که هست، جشنایی که برپا میشه، چه هنری، چه فرهنگی و چه اجتماعی، اطلاعاتش رو در اختیار بیننده هامون قرار میدیم. در مورد تاریخ برگزاریش و شرایطی که داره اطلاع میدیم به بیننده هامون. مرسی. حالا دوباره سراغ شما میام که به معلوماتمون اضافه بشه. از اینجا شما میدونم که دومی سه شنبه هر ماه یک برنامه داریم به نام گلستان. بله. برنامه گلستان که الان 3-4 ساله که داریم این برنامه اجرا می‌کنیم. بله دقیقا. حالا خب در این گروه برنامه شما گروه‌های هنری هم میان هنرنمایی میکنن. از نظر هنری تو این برنامه یک فنجان قهوه آیا هنرمندا و کسانی که خوانندن، نوازندن، شاعرن اونا هم میان؟ بله قطعا در برنامه یک فنجان قهوه از هنرمندان خوب شهرمون دعوت خواهیم کرد که بیان و با هر سبکی که دارن برای ما اجرای هنری داشته باشن، مردم با آشنا بشن با سبک و سیاق کار دوستانمون. و شاید بهتر باشه برنامه یک فنجان قهوه رو بخوام توضیح کاملتری بدم در ارتباطش، که بگم برنامه یک فنجان قهوه یک مجله تصویری هستش و همه روزه از یک شنبه تا پنج شنبه دوستان میتونن از ساعت 7 تا 9 شب بیننده ی این برنامه از تلویزیون ITC باشن و همینطور میتونن با GLBs در واقع این برنامه رو ببینن و میتونن اگر که این فرصت رو نداشتن که برنامه رو به صورت لایف ببینن، میتونن که در به صورت اینترنتی در رادیو امروز پیگیر برنامه های ما باشن. بله. و ما دلمون میخواد چون این برنامه برای مردم هست و برای مردم ساخته میشه و دلمون میخواد که از اطلاعات اجتماعی که توش زندگی میکنیم، همونطور که دوستانمون اشاره کردن، چه زمینه های هنری، چه اطلاعاتی که در ارتباط با انجمن ها هست، ایونت ها هست، یا فیلم های سینمایی که داره اکران میشه و همینطور موزیک ویدیوهای جدید و پزشکان در رشته های مختلف، روان پزشکان همینطور دعوت میشن توی برنامه. من یه سوال دیگه دارم قبل از اینکه ادامه بدی. آیا کسانی که میتونن هندونه خیلی قشنگ کار کنم به سبب ببرن و اینجور چیزا، اونا هم دعوتشون میکنی که بهشون یاد بدن؟ خواهش کنم حتما. هنری مثل شمسازی و گلسازی و خیلی سازی قطعا همینطور خواهد بود. ما از کلیه دوستانی که مثلا شیرینی سازی شما بله. تعریف کرد خیلی شیرینی ها خوشمزه، یعنی خوشمزه که شما اجازه ندادین که ما دست بزنیم. خوشمزگیشون حالا حالا ها باید تا آخر برنامه باید تعمل کنیم آقای زریمه. باشه چشم. نگاهمونی که بیننده ها نگاه مونه که یه قسمت میوه نیست، یه قسمت مثلا شیر نیست، ما نمیخوایم شیر، تا آخرش باید اینا دست نخورده بمونه. بعدش دیگه نه، ولی واقعا شیرینی خیلی قشنگ و زیبایی هن، واقعا زیبا هست، حتما خوشمزه هم هست. مال شیرینی بس قنادیه. واو واو یو او دبلیو. بله بسیار عالی. آقای زریم خب یک بدی داره، شما نمیذارید ما به این شیرینی دست بزنیم. ما دیگه از این سفره زیباتون نمیخوایم تعریف کنیم چون سفرهتون واقعا زیباست. من هرچی خواستم تعریف نکنم چون شما نذاشی شیرینی بخوریم، ولی نتونستم. شما چرا شکمون فقط به شیرینی فکر کردید؟ کل چیزای دیگه هم هستش. حالا انار و اینجور چیزا قبل از رفتنتون ان شاءالله دستتون در نکنه. من میگم آشپزخونه ما یک سری انار و هندونه آماده است با شیرینی که بسیار پذیرایی خواهیم داشت. ولی قبلش واقعا سفره هفت‌سینتون. بله واقعا دستشون در نکنه. غیر از هندونه خانم بهار درستان. میریم به بخش چیز، میریم یک آهنگ نگاه میکنیم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو با هم خواهیم داشت. Bye.
اگر بگذارن باز در میکده بر پاست اگر بگذارن چشم بد دور از همسر عقل آمده است مست از ساغر و صحباست اگر بگذارن شیطان کر اگر عشق مدد فرماید نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک نوبت گردش میناست اگر بگذارند اگر بگذارن باز در میکده بر پاست اگر بگذارن چشم بد دور از همسر عقل آمده است مست از ساغر و صحباست اگر بگذارن شیطان کر اگر عشق مدد فرماید نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک نوبت گردش میناست اگر بگذارند اگر بگذارند